مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری خود درباره کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخت. کمیته اعتبارنامه های ملل متحد گفته است دو مکاتبه مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی در ماه آگوست از آدرس نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و دیگری در ماه سپتامبر از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کرده است. اما در پایان روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته شد که بر اساس پیشنهاد ریاست نشست، کمیته اعتبارنامه ها تصمیم خود درباره اعتبارنامه های افغانستان و میانمار را به تعویق بیندازد. از زمانی که طالبان در آگوست 2021 قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را به این گروه به تعویق می اندازد. در حال حاضر دیپلمات گماشته حکومت پیشین نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل است. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. آقای سروری سلام عرض ادب. با تقدیم سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان محترم این شبکه خبری، بفرمایید در خدمت هستم. بزرگوارید. آقای سروری، اقدام تازه سازمان ملل مبنی بر تحویل ندادن کرسی دائم افغانستان به طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. خدمت عرض شود که هر گونه اقدام و تعامل از جانب سازمان ملل متحد در قبال هر یکی از کشورهای عضو مبتنی بر اساسنامه و منشور این سازمان صورت میگیرد که او همخوانی با واقعیت‌ها و حقایق موجود داشته باشد. طالبان، ما این اقدام نیک و بجای سازمان ملل متحد در قبال رد درخواست نامشروع طالبان به منظور غصب کرسی دائمی افغانستان در آن سازمان، برای مردم افغانستان ما فکر میکنم که یک خبر بسیار خوب و خوش و در عین حال امیدوار کننده بود. به این معنا که حکومت تروریستی و آپارتایدی طالبانی را سازمان ملل متحد شایسته از این را ندانسته که از مردم عزتمند و سربلند افغانستان در او سازمان نمایندگی کنه. و این عمل یک جنبه کاملا قانونی داشته و مصداق حقوقی نیز دارد و مطابق منشور سازمان ملل متحد بوده است و ما از این استقبال میکنیم. بله آقای سروری، این سومین باره که سازمان ملل دست رد به سینه گروه طالبان میزنه. آیا فرصت حکومتداری و تعامل این گروه با جهان تمام شده؟ کاملا درست میفرمایید. طالبان در حال از دست دادن فرصت هاست. سیاست طالبان سیاست طرد و حذف است که با سیاست کلان جامعه متکثر و چند قومیتی افغانستانی در تضاد مطلق قرار دارد. طالبان با حذف قومیت های چندگانه یه ساکن در کشور از جمله هزاره ها، تاجیک ها و ازبک ها از معادلات قدرت و سیاست میخواهند که حکومت فقط در انحصار قوم خاص قرار بدهند و با ایجاد یک حکومت غاصب و مردسالار موجودیت قریب به بیش از نصف کل جمعیت کشور را که زنان تشکیل میدهد را نیز نفی کردند. مسلم است حکومتی که مشروعیت داخلی نداشته باشد و مبتنی بر حقوق شهروندی نباشد هرگز مقبولیت بین المللی و مشروعیت جهانی هم کسب نخواهد کرد. بله، ادامه انزوای افغانستان از تعاملات جهانی چه پیامدهایی در سطح داخلی و بین المللی در پی خواهد داشت؟ ادامه انزوای افغانستان در کوتاه مدت به زیان مردم افغانستان است و تمام میشه، ولی در دراز مدت تأمین کننده حقوق شهروندی در افغانستان خواهد شد و مردم افغانستان در تبانی و تعامل سازنده با جامعه جهانی قرار گرفته و با اعمال فشارهای حد اکثری وارد کردن بر طالبان در نهایت زمینه برای یک صلح پایدار و ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد در کشور فراهم خواهد شد.
و این خواستی بر حق مردم افغانستان است که یک روزی باید محقق شود و در خاتمه به این نتیجه می رسیم که لجاجت و سماجت بیش از حد طالبان مبتنی بر اعمال تبعیضات ظالمانه و انحصارگرایانه را آنان را به شدت در جهان منزوی نموده و باید در تقابل جدی با اراده ملی و جامعه جهانی قرار می دهد و من فکر می کنم که طالبان در حال ارتکاب یک خطای بسیار استراتژیک و جبران ناپذیر است که به سود مردم افغانستان در آینده تمام خواهد شد. بله، تشکر میکنم از شما محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از ویان با ما همراه بودند.